حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. معصومه داداشم نیست؟ داداشت به فکر همه چیز هست به جز خونه زندگیش. چی میگی آذر؟ تو این سال زمونه شوهری به خوبی داداش من پیدا نمیشی. معلومه، من که نگفتم بده، منظورم اینه که به خونه علاقه نشون نمیده. خب آذر جون اگه کار نکنه چطور میتونی همچی زندگی مرفعی درست کنی؟ به امه جون سلام کن مامانی. امه جونه برم ببر غذاشو بده معصومه. آذر جون تو رو خدا دلت میاد؟ این لباس تن بچه کرد باید از حالا شیک پوش بارش بیاری. الان 10 روزه که میخواییم بریم خرید کنیم. حمید هی امروز فردا میکنه، امروز دیگه قراره بریم. همینطوره که میفرمایید، ولی به نظر بنده اصولا لازمه. به هر حال باید دید چی پیش میاد. خب بنده دیگه با اجازتون رفع مزاحمت میکنم. راجب حق البتالم هیچ حرفی ندارم، خیالتون راحت باشه. امیدوارم جبران خوبی از شما بشه. قربان بفرمایید. آذر حمید چقدر با تلفن صحبت میکنی؟ سرم شلوغه. خب پس چرا نیومدی؟ خواهرت هم اینجاست. بگو راجب اون کار اقدام کردم، تقریبا درست شده. مهین جون حمید میگه اون کار درست شده، تا یه رو دیگه هم خودش میاد خونه. خیلی ازش متشکرم، ولی من الان نمیتونم، بعد میام میبینمش. خدا حافظ. ای نه با تو نبودم. گوش کن حمید، پس من نهار حاضر میکنم، زودتر بیا که بعد با هم بریم خرید. خب بسیار خوب جونم. خیلی معذرت میخوام. خب سایتون پاینده. لطفا قربان شما. امیدوارم در فرصت مناسبی خدمتتون برسم. بفرمایید. خواهش میکنم. این چیه پسر؟ قربان همون پرونده پوریه که فرمودید. آها خوب شد آوردیش، تو میتونی بری. بعد از ظهر زود بیا. چش خود کردی منتظر من نشدی. یه پرونده فوری رسید، باید روش دستور میدادم. این بود که دیر شد. مگه نگفتی تا یه روب دیگه میام؟ وقتی مسئولیت مهمی به عهده انسان باشه زمان دیگه مطرح نیست. و مسئولیت زن و بچه دیگه به حساب نمیاد. حوصله سوال و جواب ندارم. پس تا معصومه نهار تو رو بیاره من میرم لباسم. بفرمایید. سلام. چه عجب از این طرف ها؟ عجب نداره. فریبرز سفلی هر وقت فرصت کنه سری به ما میزنه، نه؟ خب بیا نهار بخور، الان میاره. مرسی. اولا که نهار خوردم، ثانیاً این چه وقت نهار خوردن؟ نهار خوردن ما که وقت معینی الان ساعت 4 بعد از ظهره. بله، آخه مسئولیت اداری. خب فریبرز از کارت تعریف کن ببینم. وضع چطوره جانم؟ الحمدلله بد نیست. چند تا تابلو داشتم به قیمت خیلی خوبی فروختمشون. احسن باریکلا. پس اوضاع رو براه ها؟ الو؟ بله سلام عرض میکنم. بله همین امروز؟
صحیح، اگه اشکال نداره بذاریم برای فردا. بسیار خوب، باشه، من زل میمونم. خداحافظ شما. مرمزی آزر جون، معذرت میخوام، امروزم نمیتونم باهات بیام. پس من چی کار کنم؟ برو لباسته بپوش، از فریبرز خواهش میکنم همراهت بیاد. اون سلیقش در انتخاب پارچه بهتر از من. اختیار دارین، به هر حال من حاضرم آزر خانم. الان میام. خواهش میکنم. خب فریبرز خان، این تابلویی که تو از من کشیدی خیلی جالبه. واقعا باید به تبریک گفت. خجالتم نده. چند شب پیش یه مهمون اروپایی داشتم. کار تو نظرشو جلب کرده بود. خیلی تعریف کرد. البته اینو خیلی وقت پیش کشیدم. ولی حالا دیگه به سبک جدید کار. زیاد که معطلتون نکردم. نه به هیچ. یادم رفت قبلا ازتون معذرت بخوام. باید ببخشید. معذرت لازم نیست. این برای منم یه نوع تفریح. خب بفرمایید. با اجازه. قربونت. از طرف من وکالت داری که در انتخاب پارچه حسابی دقت کنی. باشه، ولی ممکنه خیلی خرج رو دستت بذارم. از من گله نکنی یا. آخه من ولخرجم. مطمئنم تو به ضرر من کاری نمی کنی. تاکسی افل که مرسی. بخواه. متشکرم. امپای لطفا. من آدم حسودی نیستم، از حسادتم خوشم نمیاد، ولی وقتی درست فکرشو میکنم میبینم نسبت به حمید حسودی میشه. درستی؟ چرا؟ معلومه دیگه، برای اینکه مالک قلب یک زن فهمیده و شیک پوشه، برای اینکه شوهر یک زن زیباست. درسته؟ از تعریفت مچکه. تا عقیده حمید چی باشه؟ اونم حتما موافق. اوه، پس تشکرتو قبول میکنم. چیه؟ لبخند جاکون. این یکی از مغازه‌های خیلی خوب تهرانه. میدونی چرا؟ چون یکی از تابلوهای منو خریده، گذاشته پشت ویترینش. بنابراین حتما باید ازش خرید کنی. آه، به خاطر این کارش هم که شده خرید می‌کنید. سلام کنم. خواهش می‌کنم. خوش آمدید. ببخشید، یه پارچه مشکی برای شب می‌خوام. یادت باشه فروشگاه بچه‌ام باید بریم. برای سوسن می‌خوام چیز بخرم. باشه، ولی برای اونم باید پارچه گران قیمت بخریم. معلومه. پس چی؟ نه، رنگ این تنده. ببخشید، لطفاً اونم بدین. ببینم، تو فکر میکنی برای سال ازدواجمون مناسبه؟ والا چه عرض کنم، آخه من زیاد سررشته ندارم. بیا تو روشنایی رنگشو ببین خوبی یاد. خواهش میکنم. بله، بهت میاد، خوبه. به نظر خودم هم همین خوبه، رنگشم برای شب مناسبه. خیلی خوب، همینو برمیدارم. منم میخوام برای جشن سال ازدواجتون یه تابلو از تو بکشم و به حمید هدیه کنم. چطوره؟ اوه، متشکرم. اگه این کارو بکنی خیلی خوشحال میشه. اتفاقا بعد فکری نکردی. ولی تو باید سعی کنی تو شب جشن تابلو رو تموم کنی. منم به خیاطم سفارش میکنم که این لباسو زود حاضر کنه که شب جشن حمید حسابی خوشحال بشه. موافقم، جالب میشه. خیلی قشنگه. آره، همینو برمیدارم. واقعا خوش سلیقه‌ای. مطمئنم که حمیدم خوشش میاد. لطفاً اینو بپیچید. بله، بپیچید. مبارک اومد خانم. مرسی. انشالله از همه امروز شروع میکنم. ولی قول بده کسی نفهمه، خب؟ تاکسی. خب. خدا. خداحافظ. بعد ما سر ساعت. حتما، خداحافظ. منتظر تمیادت نره ها. سلام، تا حالا بیداری آذر جون؟ چرا نخوابیدی؟ چرا نخوابیدم؟ هیچ فکر میکنی زنی تو خونه انتظارتو میکشه؟ یه خورده کار داشتم. خب بعد از کجا رفتی؟ چیا خریدی؟ خوش گذشت؟ دو سه تا مغازه بیشتر نرفتم. کمی برای بچه و یه خوردم برای خودم خرید کردم. میپسندی؟ خیلی عالیه. فقط تو باید بپسندی. خوشت میاد؟ عالیه.
خوشگلت کرده. لباس اسپورت دیگه. چقدرم که ما پیکنیک میریم. او پیکنیک چیه؟ میخوام برای تو جست بگیرم. چطوره؟ خوبه، مخصوصا با اون کلا. خواب مبارکه. حالا دیگه برو بخواب. اون روزنامه رو بگو برای من بیاره. به این زودی؟ من خیلی از دست تو شکارم. حمید تو حتی یه دقیقه هم به فکر من نیستی. همش دنبال کارهای ادارت هستی. فکر کن الان ساعت اداریه، منم یکی از ارباب رجوعات هستم. برید، شما همسر بنده ای، خانم خونه هستی. تو خسته ای، برو بخواب. خوابم نمیاد. بذار برات آواز بخونم. خوشت آمد. منم که همچو چشمم همیشه مست مستم، ای فروغ شبهای دارم عاشق تو هم بیقرارم، جز تو یاری ندارم ندارم جان، جز تو یاری ندارم ندارم. منم که دل به جز تو دیگری ندادم، هر آنچه وعد دادی بدان نرفت یادم، ای فروغ شبهای دارم عاشق تم بیقرارم، جز تو یاری ندارم ندارم جان، جز تو یاری ندارم ندارم. چه شبها تنها به یاد تو به کوی تو نشستم، مگر من دلم را به عشق تو به موی تو نبستم. بیا تا ببینی تو چشم فراغم، به عهدت وفا کن چه خواهی از آفم، بیا تا ببینی دو چشم فرابم، به عهدت وفا کن چه خواهی آبم. براو، مدل به تو میگن، حتی موشه نمیزن. اگه یه لبخند بزنی بد نیست. چیه ناراحتی؟ از این که خسته شدیم؟ نه، به نظر من از یه چیزی ناراحتی. اشتباه میکنی، من ناراحت نیستم. یه نقاش روانشناس هم هست، بهتره راجع به این موضوع حرفی نزن. گوش کن آذر خانم، پیشنهاد میکنم فردا قبل از اینکه بیای اینجا با هم بریم یه قدمی بزنیم. چرا؟ برای چی؟ فلسفه قدم زدن چیه؟ فلسفهش در شادی و نشاطه. میخوام با استنشاق هوای آزاد و کمی گردش حالت مساعدی در تو به وجود بیارم که تابلوی منو تکمیل کنه. یعنی گردش میتونه اون شادی و نشاطو در من به وجود بیاره؟ حتما، من یقین دارم. فردا میریم گردشو برمیگردیم، معلوم میشه. بسیار خوب، خداحافظ. سلام. سلام، منزل خرید؟ آره، یه کمی هم خرید کردم، صبر کن بهت نشون بدم. نگاه کن حمید، ببین چطوره؟ آه خیلی خوبه.
آدم حسودی نیستم، از حسادتم خوشم نمیاد، ولی وقتی درست فکرشو میکنم میبینم نسبت به حمید حسودی میشه. نه راستی؟ چرا؟ معلومه دیگه، برای اینکه مالک قلب یک زن فهمیده و شیک پوشه، برای اینکه شوهر یک زن زیباست. به نظر خودم هم عنوان ایرانی تو مجله شد چاپ. موافقم، به شرطی که بچه‌م بغلم باشه. خیلی مرسی. خیلی متشکرم. خدا حافظ. جستت خیلی عالی بود. یه روز میشه که پشیمون میشی. اون وقت در هیچ دادگاهی نمیتونی از کار و مسئولیت زیادت که باعث انحراف زنت شده شکایت کنی. گوش کن خواهر، من تا حالا 100 دفعه بهت گفتم که به زنم اطمینان دارم. سوء زنتو کاملا بیمورد. بله برادر، تو بهش اطمینان داری، اما مردم خیلی چیزا پشت سرش میگن. از من بشنو، کمی هم به فکر آبروی خودت باش. من که هووی اون نیستم، من اونو با چشمای خودم دیدم. هیچ میفهمی چی داری میگی؟ بله کاملا. شاید این حرف من باعث بشه که تو از من بدت، ولی اشکالی نداره. دیگه از امروز مزاحمت نمیشم. ترجیح میدم خواهر شوهر یه زن بی آبرو نباشم. دیگه اسمت هم نمیدونم. من دیگه نمیخوام ببینمت. برو بیرون از اینجا. خیلی خوب میرم. ولی برای اینکه بدونی من حرف بی خود نمیزنم، گاهیم یه سری به خونه دوست نقاشت بزن. ولی به هر صورت برای من اثر با ارزشی. راست میگی؟ باور کن. فکر نمی کردم قیافه من اینقدر مورد توجه یه نقاش قرار بگیره. نه، تو واقعا زیبایی آزر. اوه، متشکرم. تو چقدر مهربانی. چرا تلفن خوردی؟ پوزت به هم خورد. کادوی خوبی برای حمید میتونه باشه، البته اگه خوب از کار دره. دیگه بسته، بیشتر از این نمیتونم سرم رو اینطوری نگردارم. خیلی خوب، خیلی خوب، الان دیگه تموم میشه. یه لحظه. بفرمید.
خیلی دیر شده. حتما حمید الان تو خونه منتظر منه. اگه بعدت نیاد میخوام با شوهرت کمی صحبت کنم. راجع به چی؟ میخوام بهش سفارش کنم بیشتر به فکر تو باشه. اوه نه، اشتباه میکنی. حمید برای من یه شوهر ایده‌آله. پس از این بابت جای نگرانی نیست. مسلماً. به عقیده من حمید باید خدا رو شکر کنه که زنی مثل تو نصیبش شده. منم شکر میکنم که شوهری مثل اون داره. اوه. اصولا در زندگی زناشویی اختلافات کوچیکو نباید به حساب آورد. این عقیده منه، نمیدونم، شاید اشتباه میکنم. من به تو واقعا تبریک میگم. زنی که دارای همچین ایده عالی باشه، مادر شایسته ای برای فرزندی که تربیت میکنه. کاش تمام مادرها از نظر و فکر تو پیروی میکردن. اوه، بس فریبرز، خیلی داری از من تعریف میکنی. به هر حال ازت متشکرم. خب باز میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. راستی نکنه راجع به این تابلو چیزی به حمید بگی یا میخوام یه دفعه خوشحالش کنم. خب مطمئن باش. خداحافظ. خب یه دفعه چراغ رو روشن کردی، هر کسی دیگه هم جای من بود یکی میخورد. خوابیده بودی؟ مدت هاست که تو این خونه خوابم. خب ممکنه بفرمایید تا این وقت شب کجا تشریف داشتی؟ خونه پروین بودم. خیلی بهت سلام بزن. خجالتم خوب چیزیه؟ منو یه بچه تصور کردی؟ آدم کشای حرفه‌ای هم اینطوری دروغ نمیگن. این چه حرفی میزنی؟ چرا امشب اینطوری با من صحبت میکنی؟ غیر مترقب است. باید همیشه با تو خشونت میکردم. تو دروغ میگی. منزل پروین نبودی. تو کارگاه نقاشی بودی. خیلی خوب، مگه چه؟ خفشو! تو از نجابت من داری سوء استفاده میکنی. حالا که ازت توضیح میخوام با کمال وقاحت میگی چه عیبی داری. من احمقا بگو که به تو اعتماد میکردم. مگه من گناهی مرتکب شدم؟ تو راجع به من اشتباه میکنی همین. من خیالاتی نیستم. تو لیاقت همسری منو نداری. تو فاسدی. من فاسدم؟ بهتره قبل از اینکه به من تهمت و افترا بزنی بپرسی برای چی رفتم اونجا. لازم به پرسیدن نیست، من با چشمای خودم دیدم. چی دیدی؟ بگو چی دیدی؟ برو گم شو، من خجالت میکشم از گفتن شر دارم. چطور جرأت کردی پاتو توی خونه بذاری؟ من هیچ گناهی نکردم. به جون دخترم که از دنیا بیشتر دوستش دارم قسم میخورم. تو اشتباه میکنی همین. من حاضرم به هر چی که تو بخوای قسم بخورم. چی قداد نزن، فریاد نزن. ولم کن، من باید تو ثابت کنم که دیگه مادرم نیستی. لیاقتشو نداری. برو از اینجا گم شو. خجالت نمیکشی؟ تو باید خجالت بکشی. پاشو، پاشو از این خونه، برو بیرون. برو بیرون احمق بیحیثیت. خیلی خوب، بسته نزن. میرم. اگه تو هم از این خونه بیرونم نمیکردی خودم میرفتم. دیگه موندن من توی این خونه بیفایده است. وقتی تو نسبت به من بدبین باشی، وققتی شوهرم منو متهم به خیانت بکنه، چطور میتونم به زندگی با اون ادامه بدم؟ ولی آقا زندگی با منو نداری. ولی من هیچ گناهی نکردم همین. نمیتونم تو را اینجوری دیگر بدم. پس از تو خواهش میکنم به خاطر خدا بچه‌مو از من نگی. تو دیگه مادرم اون جگر پاره منه. من به هیچ وجه نمیذارم چشم تو به چشم بچه‌م بیفته. برو بیرون از اینجا. نه همین، برو خدا. گم شو، نمیخوام صدای نفس تو بشنوم. برو باز کن. خواهش میکنم حمید. نه، خواهش میکنم. بذار برای آخرین دفعه بچه‌م رو ببینم. برو گم شو، نمیشن. چرا اینجا وایسادی؟ ببرش بچه رو. بردش رو ازش ببر. بفرمایید خانم، این بهترین اتاق هتله. معذرت میخوام، شما باید اهل تهران باشید، نه؟ ببخشید. ببینم، مگه کسی که اهل تهران باشه نمیتونه از این هتل استفاده کنه؟
ما که نگفتیم نمیتونه. مثل اینکه شام نخوردین. بگم براتون بیارن. اجازه بدین شام مهمونتون کنم. میگم بیارن همینجا. نه، من شام خوردم. مشروب چه؟ بفرمایین از اینجا بیرون. بفرمایین بیرون. خیلی خوب، مگه حرف بدی زدم؟ برو گم شو، تا نزدم تو دهنت. تعارف کردم خانم دیگه. بله، اومدم تا جشن سال ازدواج تو بهت تبریک بگم. ضمناً این کادرم از من بپذیر. کادای تو اینه؟ تو خیلی بیجا کردی، همچی تابلوی کشیدی. چرا پارش کردی؟ مگه دیوونه شدی؟ این تابلو خیلی اهانت آمیز بود. حرف زیادی نزن. زنمو از دستم گرفتی، زندگیمو به هم زدی، حالا اومدی برام کاده آوردی؟ برو از اینجا بیرون. برو گم شو. چرا اینطوری با من حرف میزنی حمید؟ من زن تو از دستت گرفتم؟ هیچ نمیفهمم. منظورت از این حرفا چیه؟ خودتو به نفهمی نزن احمق. تو پس فطرت برای من آبرو نذاشتی. تو از دوستی من سوء استفاده کردی. به من که نزدیکترین دوستت بودم خیانت کردی. حرف دهنتو بفهم حمید. بدون هیچ ملاحظه‌ای داری به من توهین می‌کنی. تو توهین سرت میشه؟ تو بویی از انسانیت نبردی. زن من الان تو خونه توه. تو بیشرم. بله. آذر؟ آذر تو خونه منه؟ برای من رول بازی نکن. از وقتی که اون پس فطرت رو بیرون کردم دیگه برام مرده. چی داری میگی؟ تو آذر رو بیرون کردی؟ عجیبه، چی میشنوم؟ حمید، اون تو رو میپرستید، باور کن. دیگه نمیخواد برای من صحنه سازی کنی. برو از اینجا بیرون. من حاضر نیستم حیوانی مثل تو رو حتی تنبیه کنم. گوش کن حمید، من به خاطر من زندگیتون از هم پاشیده بشه. با
و اونم هیچ گناهی مرتکب نشده. با قیافه حق به جانب میخوای بیگناهی اونو به من ثابت کنی؟ به خدا قسم تو اشتباه میکنی. زن تو با من هیچ رابطه ای نداشته. همین هیچ رابطه ای نداشته؟ خودم اونو تو کارگاه خیال میکنی اطلاع ندارم؟ اشتباه تو در همینجاست. آذر میومد تو کارگاه من تا این تابلو رو بکشم و به جنابالی هدیه کنم. حالا فهمیدی چه اشتباهی کردی؟ خیال میکنی شوهر خوبی هستی؟ هیچ وقت به این فکر افتادی که زنت تو خونه انتظار تو میکشه و احتیاج به محبت تو داره؟ همونطور که تو از او انتظار نجابت و پاکدامنی داری، اونم از تو توقع محبت داره. بله، تو هم مثل اکثر مردا وظیفه یک شوهر رو در این میدونی که برای زن لباس بخره، احیانا کلفتی براش بگیره، مبل و رادیوگرام و تجمل تهیه کنه، خونه و زندگی درست کنه. ولی این نیست وظیفه یک شوهر. آقای حمید خان، زن ممکنه بدون همه اینها با شوهرش زندگی کنه، ولی بدون مهر و محبت نمیتونه به زندگیش امیدوار باشه. افسوس، افسوس که یک زن نجیب و با عاطفه رو از دست دادی. ولی من همیشه دوست تو خواهم بود. سب کن فریبرز، فریبرز. من از شما خواهش میکنم برای پیدا کردن اون تصریح بفرمید جناب سرباز. اطلاعاتی که در اختیار من گذاشتید خوبه، ولی کافی نیست. نشونه دیگه ای از اون نداری؟ متاسفانه نه. فریبرز. جناب سرباز، ممکنه حمید اطلاعات بیشتری بهتون بده. تو هم اومدی اینجا؟ جناب سرباز ببخشید. بفرمایید. تمنا میکنم به من کمک کنید. خواهش میکنم آقا، دستگاه پلیس همیشه آماده خدمت به شماست، مطمئن باشید. متشکرم قربان. الان داشتم با آقا عرض میکردم که این مشخصات برای پیدا کردن اون خانم کافی نیست. اگه ممکنه یه قطع عکس ایشونو در اختیار ما بگذارید. متاسفم آقا، هرچی عکس از خانم داشتم سوزوندم. از تو معذرت میخوام فریبرز. بسیار خوب، ما با همین اطلاعاتی که داریم برای پیدا کردنش اقدام میکنیم. اگه موفق شدیم به شما اطلاع میدیم. متشکرم فریبرز. خواهش میکنم. عجیبه، هیچ خبری نشد. تو فکر میکنی چیکار کنیم؟ میخوای بریم یه ماشین کرایه کنیم و همه جای شهر رو بگردیم؟ شاید بتونیم پیداش کنیم. نه، عملی نیست. ببین کی؟ الو، بفرمایید. بله، همینجاست. بله، شما کی هستین؟ راست میگی؟ بله. بله، بالاخره یه امیدی هست. متشکرم، از لطفتون متشکرم، مرسی، خداحافظ. حمید، مثل اینکه موفق شده. میگفت اطلاع دادن تو بیمارستان باستان یه پرستاری با مشخصات آذر وجود داره. البته نمیشه کاملا یقین داشت که اون زن خود آذره، ولی خب بالاخره باید از یه جای شروع به گشتن کرد. بهتر از اینجا نشستن. بسیار خوب، از اون مریض خونه شروع میکنیم. جا بیفریم. گریه میکنی؟ جایی درد میکنه؟ نه، من مادرمو میخوام، دلم براش تنگ شده. گریه نکن جونا، مادرت الان میاد. حالا بگیر بخواب، هر وقت اومد صدات میکنه. نه، من نمیتونم بخوابم. هر وقت که میخواستم بخوابم مادرم میومد برام لالایی میخون. خیلی خوب، حالا من برات آواز میخونم. چون ماجی در میان توفان دارم.
رهی که بویم باشد بی پایان. رمیدم من از خود در دوران بی دکتر. سلام، بفرمایید بشینید خانم. رئیس بخشی که شما در اونجا کار میکنید الان اینجا بود، ایشون از طرز کار و رفتار شما نسبت به بیماران راضیه. شما چطور، راضی هستی؟ بله، کاملا. خب، پس برای اینکه شما رسما مشغول کار بشید یکی از این فرم ها رو پر میکنید. اسم، آذر، تحصیلات، دیپلومی، شغل، پرستار. معذرت میخوام، شما ازدواج کردید یا نه؟ بله. شوهرتون موافقن که شما کار بکنید؟ اسم و شهرت شوهرتون رو بفرمایید و ضمناً اگه ممکنه یک رضایتنامه از ایشون بیارید، چون میدونید برای استخدام شما در وهله اول رضایت شوهرتون لازم. متاسفم، من نمیتونم رضایتنامه بیارم نه هویت شوهرم رو بگم. چطور همچی چیزی ممکنه؟ باید حتما رضایتنامه از شوهرتون بیارید. در غیر این صورت با کمال تاسف باید عرض کنم که این بیمارستان نمیتونه شما رو استخدام کنه. متشکرم دکتر. جدا دلم میخواست شما در اینجا مشغول کار بشید. شما خیلی لطف دارین آقای دکتر. متاسفم که نمیتونم اینجا کار کنم. خدا حافظ. خدا.
نگه دارم. سوهاشو خانم برو. ندیدون از اینجا بره چند دقیقه پیش از این طرف رفت. مرسی. سیگار میل داری؟ نه متشکرم. معذرت میخوام فضولی میکنم خانم. ببخشید شما خیلی ناراحتین. چیه؟ اتفاق بدی براتون افتاده؟ من میتونم کمکتون کنم. با شما هم ناراحتی؟ نه خیر ناراحت نیستم. گفتم شاید به عیادت مریضی میریم. نه خیر خانم، از بس که دنبال کار گشتم خسته شدم. با اینکه شناسنامم دارم هر جا میرم رضایت شوهرم رو میخوام. ممکنه شناسنامتون رو ببینم؟ اوه بله. اوه چه عکس قشنگ. حمید اینقدر خب بگو ببینم. تونستی صورتشو ببینی؟ حرف بزن. نه، وقتی وارد اتاق عمل شدم رو تخت خوابونده بودنش. صورتش غرق خون بود، نتونستم تشخیص بدم، ولی شناسنامش همراهش بود. دیدی چه خاکی به سرم شد. مقصر واقعی من هستم. من باعث مرگ اون شدم. بله سوسن جون، حالا میرسیم به آخرین عکس تو، عکس 10 سالگیت. عکس آخری؟ خوب نیفتده. نه اتفاقا به نظر من خیلی قشنگه. حیفت نمیاد؟ خب دیگه من دیرم شد، میرم. چی؟ شما که هنوز صبونه نخوردی؟ چشم بابا جون، یه لقمه. ای این چه جور صبونه خوردنه؟ نمیفهمم. چرا وایسادی؟ خب بشین اینو بخوری. خیال میکنی من بچه هم بابا جون؟ کی گفت شما بچه؟ اگه بچه بودیم براتون پیشبند میبستم. دیدیم بچه ای؟ حالا اگه ممکنه بشین اینو چیز بخوری. حق با توی بابا، میشینم، بفرمایید. حالا شد. بابا جون امروز هم خیلی کار داری؟ آره جونم، یه پرونده فوریه که باید بهش رسیدگی کنم. بابا جون هر کی دعوا کنه شما براش پرونده درست میکنی؟ آره دخترم، هر کی مردم رو اذیت کنه براش پرونده درست میکنم. پس برای منم که هر روز شما رو اذیت میکنم پرونده درست میشه؟ اگه زیاد اذیتم کنی مجبورم تو خونه برات پرونده درست کنم. چی؟ مگه شما میتونین پرونده درست کنی؟ تازه شاهدتون که بگیم ببینم. شاهدم بابا حسین یکیش. بابا حسین؟ خب خیال میکنین من شاهد ندارم؟ معلومه که نداری. چرا ندارم؟ پس مادرم چیه بابا؟ خیال میکنی حالا که مادرم تو آسمون هست نمیتونه شاهد من باشه؟ مگه نگفتین که مادر هر جا باشه از بچهش مواظبت میکنه؟ من چشامو میبندم و مادرم رو صدا میکنم. یعنی به حرفام گوش نمیکنه؟ چرا؟ خب اون وقت به بیگناهی من شهادت میده و شما محکوم میشی. من خیلی وقتی که محکوم شدم. خب خدافظ. بابا جون صبر کنی. دیرم شد بابا، چی میگی؟ صبر کنین تا شیرخوری نمیذارم از اینجا بری. خیلی خب بابا جون، ساعت 10 هم باید آب میوه‌تون رو بخورید. چشم. یادتون نره ها. چشم عزیزم، یادم نمیره. چی شد؟ ساعت 10 آب میوه میخورم، ساعت 1 نهار میخورم، بعد کمی استراحت و بعد برمیگردم خونه. درسته دخترم؟
اوه اصل کاریو فراموش کردم، بدین به من. یک دو سه چهار پنج شیش هم چی کار داری میکنی؟ اجازه بدید این سهم امروزتون. دیگه امری نیست قربان؟ نه خواهش میکنم قربان. بای بای. با اجازه. راستی بابا جون یادتون نره پیرم برای خودتون بخرینا. نه یادم نمیره، میخرم. ای همش میخرم میخرم، بعدم به کلی فراموش میکنی. آخه من چقدر باید به فکر شما باشم پدر جون؟ بله بابا جون. میخوام بدونم وقتی مادرم زنده بود همینقدر اذیتش میکردین؟ بیچاره مادرم چطور میتونست رفتار عجیب و غریب شما رو تحمل کنه؟ گوش کن دخترم، مادرت انسان نبود، یک فرشته بود مثل تو. برو بابا جون، برو. بسته دیگه، نمیخواد انقدر باغچه ها رو آب بدی. چی داری میگی؟ من تازه شروع کردم. خیلی خوب، بذار کنار، خودم آب میدم. بیا میوه تو بخور. میوه نمیخوام. چی؟ مگه میشه دستور بابا جونت؟ باید سر ساعت میوه تو بخوری. میخوای برات بیارم اونجا؟ آره خوبه، بیار اینجا. خیلی خوب. آخه میوه مگه بد چیزیه که تو ازش قرار میخوای؟ مردم مردم چرا همچی میکنی؟ کیسه آهای ببینم ات دختر. آمو جو سلام. چی کار داری میکنی؟ اون بیچاره سرما میخوره. پس بابا جون کجاست؟ نمیدونم، هنوز که نیومد. اوه خیلی حیف شد، یه کار مهمی باش داشتم، میخواستم الان ببینمش. صحیح، پس اومدیم بابا جونم رو ببینین، نه من. نه سوسن جون، من اومدم حالا که اینطوره پس بهتره من اصلا برم. اه صبر کن سوسن جون، ناراحت نشو، من فقط اومدم تو رو ببینم، در ضمن یه کاری هم با بابات داشتم. خب اگه اینطوره پس من حرفی ندارم. مرسی، حالا بیا ببین برات چی آوردم. بیا جونم، یه کادوی خیلی قشنگه، من فقط برای این اومدم اینجا. اوه چه محکم بستمش، فکر میکنم بدت نیاد. چه عکس قشنگی، خیلی خوب خوشت میاد؟ خیلی زیاد. راستی عمو جون، چطور بدون من این عکس؟ یعنی جادو. نفهمیدم، پس شما جادوگرین؟ بله خانم، اگه جادوگر نبودم که نمیتونستم این عکس رو بدون تو بکشم. پس حالا که اینطوره باید یک عکس از مادرم بکشه، شما که میتونین جادو کنی. تو چقدر ساده و زود باوری، مگه با جادو هم میشه عکس کشید؟ عکسو یا از رو قیافه یه نفر میکشن یا از رو عکسش. پس شما این از رو عکس من کشیدی؟ آره عزیزم، از رو عکس تو کشیدم. عمو جون جانم، ببینم شما عکس مادرمو نداری؟ نه عزیزم، من عکس مادر تو رو ندارم. آخه چطور ممکنه مامانم هیچ عکس نداشته باشه؟ من که باور نمیکنم عمو جون. بابا میگه عکسشو ندارم، شما بهم میگی ندارم. آخه چرا؟ برای چی؟ مادرم حتی یه عکسم ننداخته، علتشو به من بگی. پس چرا بابا جونم این همه عکس تو خونه داره؟ عمو جون چیه؟ چرا تو فکر رفتی؟ نه چیزی نیست، یادم میاد چند سال پیش یه سیاح خارجی یه عکس از مادرت برای مجلش گرفت. آدرسشو دارم، وقتی رفتم انگلستان اون عکسو برات میارم. آه عمو جون زودتر برین انگلستان، من میخوام عکس مادرمو ببینم. اتفاقا تو این ماه شاید برم. هر روز دعا میکنم که شما زودتر برید. او بابا اومد. بابا جون سلام. سلام علیکم. عمو جون خود دیدن عکس مامانم برام بیارم. به به، باریکلا فریبرز خان، راستی چطور شد یادی از ما کردی؟ والا من دلم برای سوسن جون تنگ شده بود، گفتم برم سری بهش بزنم. در ضمن یه کار مهمم با خودت داشتم. با من؟ چه کاری میتونم برات انجام بدم؟ حمید جان میخواستم ازت خواهش بکنم اگه ممکنه یه چند روزی به اصفهان بری. اصفهان؟ بله، دوستم یه دعوای ملکی اونجا داره، دلش میخواد تو در دادگاه شرکت کنی، منم ازت میخوام قبول کنی. آخه فریبرز جان من خیلی کار دارم، نمیتونم از مرکز خارج بشم. بابا
بابا جون، باید قبول کنی. به خاطر منم شده، باید قبول کنی. آخه دخترم، اون وقت تو تنها میمونی جانم. عیبی نداره. عوضش عمو جون قول دادن وقتی رفتن انگلستان عکس مادرمو بگیرن و برای من بیارن. شما نمیخوای من عکس مادرمو داشته باشم؟ به خاطر تو و مادرت هم که شده قبول میکنم. مواظب باشه بابا جو، قولی که به من دادی یادتون نره ها. نه پدر، یادم نمیره. هرچی گفتی یادداشت کردم. نگاه کن. آها، ببین روی این کاغذ نوشتم برای جشن مدرسه خودمون میرسونه. مرسی. باریکلا دخترم. ولی دخترم سعی کن درستو خوب بخونی که نمره های عالی بیاری. دلم میخواد همیشه شاگرد اول بشی. مطمئن باشی. تمام پدر مادرها تو جشن شرکت میکنن. اگه شما نیاین من جلو اونا خجالت میکشم. بهت قول میدم حتما بیام بابا جون. ولی تو هم باید مواظب خودت باشی. هرچی بابا حسین میگه باید گوش کنی. فهمیدی؟ باریکلا. فریبا جان، تو هم که در غیاب من اینجا میای ها؟ نه، باید برم. مثل اینکه چند روز دیگه کارم تموم میشه. ولی تا وقتی اینجا هستم حتما به سوسن جانم سر میزنم. خب پس عمو جانم میاد سرادت. خب بریم. من نمیخواستم که فریبرز شما رو تو زحمت بندازم. من خیلی خوشوقتم که کارتون با موفقیت انجام. در صورت از اینکه به بنده لطف فرمودید نهایت سپاسگزارم. خیلی ممنونم. مرسی آقا. خب حالا اگه اجازه بفرمایید میخوام کمی گردش کنم. من هنوز اصفهان رو ندیدم. میخوام از فرصت استفاده کنم. ضمناً مقداری هم سوغاتی برای شب حتما تشریف بیارید منزل. تشکر میکنم. چشم. خدمت. فراموش نکنید. منتظرتون. مرمت. خدا قربانش. مرمت. جوانی آست با شکل مهیبی سر و بر را افتاد که منم مرگ اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را که تو نظر را گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزان هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را
چوبه میدف شهر از پیش تبان کرد می نوشم و باوی به کناره شهر را در را ای کاش شبت خوش بانه تاش خدا بند دین مایه شر حفظ کند نوع بشر را دین مایه شر حفظ کند نوع بشر را خود اومدی دنبال من. هشت سال مدت کمی نیست. هرچی بگی حق داری. من به تو خیلی بد کردم. ولی حالا به بیگناهیت ایمان دارم. فریبرز همه چیزو برای من ثابت کرد. آذر، همه جا دنبالت گشتم. من در تمام روزنامه‌ها آگهی کردم. به پلیس هم خبر دادم. حتی به بیمارستانم اومدم. ولی بدبختانه به من خبر دادن که تو مردی. اون وقت دیگه همه چیز برام تموم شد. آذر، اشتباهی که من مرتکب شدم به خاطر علاقه شدیدم به تو بود. من چطور میتونم بی تو زندگی کنم؟ ازت خواهش میکنم به منزلت برگرد. آذر، قبول کن، من اشتباه کردم. بریم منزل. من سعی میکنم جبران گذشته بشه. جبران گذشته؟ غیر ممکنه که تو بتونی گذشته تاریک منو جبران کنی. تو 8 سال از بهترین سالهای عمر منو تباه کردی. حالا چطور میتونی جبران کنی؟ من بیش از تو زرش کشیدم آذر. منو ببخش عزیزم. آذر، بخونم برگرد. تو مادری. غیر ممکنه که مادری بتونه بچهشو فراموش کنه. بچه ما حالا دیگه بزرگ شده، الان به محبت و نوازش تو احتیاج داره. حالا خانمی شده، بزرگ شده. فقط از اینکه مادرش از دست داده ناراحت. من مادر اونم. آره آذر، تو مادری. میتونم بازم بچه‌م رو ببینم؟ آره با اومدن تو سعادت رو بمیگه امیدوار کنم. نمیدونم، حالا پیداش میشه، ناراحت نباش. تو برو اون پشت قایم شو. بابا جون، سلام. سلام دخترم. چرا دیر اومدی؟ تمام بچه‌ها با پدر مادرشون اومده بودن، فقط من یکی هیچ کسی تو مجلس جشن نداشتم. چرا دیر اومدی؟ عیبی نداره بابا جون، عوضش یه چیز خوبی برات آوردم که فکرشو نمیتونی بکنی. راست میگی بابا. آره بابا جون، وقتی که ببینی حتما خوشحال میشی، میدونم. چیه؟ خواهش میکنم بگین، یالا بگین چیه؟
هر وقت بهت گفتم چشماتو وا کن، باز کن ببین چی بود. حاضر باش. یک و نیم، دو و نیم، شد. حالا چشماتو باز کن. مادر منه؟ آره عزیزم، من مادر تو هستم. نه نه، مادر من رفته تو آسمونا، شما مادر من نیستی. همه میگم مادرم تو این دنیا نیست، شما مادر من نیستی. بابا جون، مگه شما خودتون نگفتین که مادرم دیگه بر نمیگرده؟ مگه نگفتین رفته تو آسمونا؟ بابا حرف بزنی، این خانوم کیه؟ کیه؟ چرا اینجا اومده؟ بابا این خاص خداست، خدا اونو برای تو فرستاده. راستی بابا، شما هنوزم خیال میکنین بچه‌ام؟ شما زن گرفتی، حالا برای اینکه من حرفی نزنم به این میگی مادرمه؟ بی خود اونو اینجا آوردی، من نمیخوام ببینمه. سوسن، سوسن بیا کار دارم. سوسن، سوسن. بعد از حادثه اتوبوس خیال کردم تو مردی. من چاره ای نداشتم، مجبور بودم. ای بود، حالا بیا 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 جون، سعی میکنم موضوع رو خواهش کنم. آذر جون، خوب کردم زود اومدم؟ البته که خوب کردی اومدی. سعی میکنم دیگه همیشه زود بیام. نصف عمرم برای رسیدی کارهای اداری گذشت، بقیهش هم باید برای زندگی خانوادگی باشه. خب عزیزم، این به تو خریدم، ببین خوشت میاد. من به این چیزا هیچ ندارم، من محبت بچه‌مو میخوام، میخوام مادر باشم. حق با تو آذر جون، ولی چون من باعث جدایی تو تنها بچه‌مو شدم، حالا میخوام تا اونجایی که قدرت دارم برای خوشنودی تو تلاش کنم. آه دیگه گذشته، حرفشو نزن. چرا؟ تو سعادت و خوشبختی رو به خونه من آوردی، دیگه نمیخوام تو رو از دست بدم. گوش کن آذر، بارها وقتی از خیابونا رد میشدم مرتبا به مغازه ها نگاه میکردم تا شاید چیزی انتخاب کنم و بخرم. بعد با خودم میگفتم چی بخرم، برای کی بخرم، کجا ببرم. باور، کانون زندگی من همیشه تاریک بود، ولی تو که در دنیا همه چیز و همه کس من هستی، دو مرتبه زندگی غمزده منو روشن کردی. من حاضرم زندگیمو به پای تو نثار کنم. این حرفا چیه میزنی؟ به خدا قسم حقیقتو میگم، باور کن، بی تو زندگی برای من هیچ مفهومی نداشت. حالا میخوام یه خواهشی ازت بکنم، قبول میکنی؟ چه خواهشی؟ میخوام خواهش کنم اولین آوازی که برام خوندی دو مرتبه بخونی. اصلا حوصله‌شو ندارم. خواهش میکنم بخون، این آواز منو به یاد اولین روزهای زندگیمون میندازه. خواهش میکنم. توی که من بس دیگه، حق نداره توی این خونه آواز بخونه. پدر جون، اون حق نداره توی این خونه آواز بخونه. بهش بگید این خونه مادر منه. سوسن این چه حرفی میزنی؟ گوش کنید چی میگم. من نمیدونم این کیه، ولی اگه خیلی دوست داره بخونه، یه خونه دیگه براش بخرید. این منزل تنها یادگار مادرمه. نمیخوام این خانم اینجا بخونه، بره جای دیگه. سوسن، چند دفعه بهت بگم که این خانم مادرته؟ بابا جون، شما دروغ میگی، دروغ میگی. مادر من تو آسمونا. صبر کن حمید. سوسن، من کاری که مطابق میل تو نباشه نمی کنم عزیزم. خانم محترم، تو این دنیا شوهر زیاده. شما میتونید یه شوهر دیگه پیدا کنید. من مادر ندارم، امید من پدر منه. راضی نشید که اونم از دست بدم. پدرمو از من نگیرید. خواهش میکنم خانم. شما نمیتونید علاقه یه بچه بی مادر رو به پدرش حس کنید، نمیتونید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
سوزن خانم گریه نکن دختره. بابا حسین چیه جون؟ تو کمکم کن، من دیگه هیچ کس رو ندارم. پاشو از این پاشو بریم تو اتاق خودت. پاشو با راهی کن. یه دارم دیوونه میشم، نمیدونم چیکار کنم. فکری باید بهش رو بد کرد. سوزن جون چرا خودت بی خودی ناراحت میکنی؟ من و بابات که به تو دروغ نمیگیم. نه اینطور نیست، همه به من دروغ میگن. سوزن جون هر تو باباتو باور کن. باور کنم که مامانم زنده شده. جون خودم این تنبه میره بابات راست میگه. کی از آسمونا برگشته که مادرم برگرده؟ بابا حسینی خانم مادر من نیست، زن بابامه. نه جونم نه عزیزم، اشتباه میکنی، اون مادرته. تو هم داری منو گول میزنی. نه نه، اون مادر من نیست. مادر من حالا میشه فرشتان. دخترم با تو ناراحت نکن. چطور ممکنه این خانم مادر من باشه؟ چطور ممکنه؟ خانم معذرت میخوام. چیه بابا حسین؟ راستش اینه که منم نمیتونم ببینم شما اینقدر رنج میکشی. پس تو هم میدونی؟ بله، حمید خان همه چیزو برام گفت. من خیال نمیکردم سوسن خانم با شما اینطور رفتار بکنه. خودم هم خیال نمیکردم. اون کاملا بی تقصیره. آره اون بی تقصیره. چه شبها که من براش قصه میگفتم، اون هی از من میپرسید مادرم کجاست. منم برای اینکه خوابش ببره میگفتم مادر دلان تو آسمون است. تفلک گناهی نداره، نمیتونه قبول کنه که شما مادرش هستی. خدایا این چه سرنوشتیه که من دارم؟ چطور میتونم حالیش کنم که من مادرشم؟ چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ اینقدر ناراحت نباشین خانم، به خواست خدا همه چیز درست میشه. مطمئن باشین. ببینید من یه فکری به مغزم رسید. ها؟ چه فکری؟ بگو. من چند روز از این خونه میرم. برای چی؟ اون به من انس گرفته، وقتی من اینجا نباشم شما ازش نگه دارید، باهاش بیشتر صحبت میکنید، اون وقت دیگه به شما علاقه من میشه. ممکنه این فکر تو درست باشه، اما میترسم دخترم بیشتر ناراحت بشه. شما حق دارید، ولی بالاخره چاره چیه خانم؟ شما باید اجازه بدید من از اینجا برم. در این مدت انشالله روزی که برگشتم شما رو کاملا خوشبخت میبینم. خدا حافظ خانم. خواهش میکنم دیگه ناراحت نشید. بابا حسین، بابا حسین، خوشت اومد؟ خوشمزه است؟ کی با شما بود خانم؟ من بابا حسین رو صدا کردم. بابا حسین از اینجا رفته. میدونی اون خیلی ناراحت بود، نمیتونست این وضع تحمل کنه. چی؟ بابا حسین از اینجا رفته؟ آره عزیزم، رفته. اون هیچ وقت منو تنها نمیذاشت. چطور به من نگفت و رفت؟ لابد تو بیرونش کردی. بله تو بیرونش کردی. تو میخوای تلافی اون روزو در بیاری؟
که من نذاشتم آواز بخونی. اصلا تو با من بدی. نمیخوای من کسی رو دوست داشته باشم. هرچی من دوست دارم ازم میگیری. پدرم رو گرفتی، بس نبود. حالا بابا حسین رو بیرون کردی. آخه چرا؟ چرا با من بدی؟ این چه حرفیه؟ چطور ممکنه مادری با دخترش بد باشه؟ مادر، 100 دفعه گفتم تو مادر من نیستی. من مادری ندارم. برو. نمیخوام ریخت تو ببینم. ناراحت نشو عزیزم. فرض کن من بابا حسینم، برای تو چه فرق میکنه؟ بیا غذا تو بخور دخترم. باز گفت دخترم. تو هیچ حق نداری به من بگی دخترم، میفهمی؟ نمیتونم این وضع تحمل کنم. دیگه نمیتونم. خیلی متاسفم. منم از مرسی تو عذاب میدونم. رفتار سوسن با تو چه حد مقدس. صبر داشته باش. صبر داشته باش، درست میشه. چقدر صبر کنم؟ 8 سال صبر کردم تا بیگناهیم به تو ثابت شد. حالا باید 8 سال دیگه هم صبر کنم تا بتونه منو به مادریش قبول کنه. مگه چقدر آدم میتونه تحمل داشته باشه؟ خودتو اینقدر ناراحت نکن. به نظر من باید به اون مهربونی کنی تا یواش یواش بهت علاقه پیدا کنه. اگه بهش محبت نکنی ممکنه از این بدترم بشه. برای یه مادر هیچ چیز بدتر از نفرت و بی‌اعتنایی فرزندش نیست. میدونی آذر، اما یه نه دیگه نمیتونم تحمل کنم. الان میرم بالا درست حسابی باش صحبت میکنم. مادر منو نجات بده، تو به دادم برس. مادر منو ببخش که امسال نتونستم اونطور که باید برای تو دعا کنم. چطور بهت بگم؟ میترسم ناراحت بشی. همش تقصیر باباست، تقصیر اونه. سوسن اجازه میدی بیام تو؟ تو که تو این خونه همه کاره هستی، دیگه اجازه نمیخواد بگیری؟ میخوام یه خورده باهات حرف بزنم. ممکنه عزیزم؟ بفرمایید. سعی کنیم بدبینی که نسبت به من داری کنار بذاری. من چند سال پیش با پدرت عروسی کردم. بعد از 1 سال تو به دنیا اومدی. ما زندگی خوب و آبرومندی داشتیم. ولی یه روز به خاطر یه سوء تفاهم من و پدرت با هم حرفمون شد. من مجبور شدم از این خونه برم. بعد از 8 سال بر حسب تصادف پدرت منو دوباره پیدا کرد. باور کن من در این مدت 8 سال همش به فکر تو بودم. فقط به خاطر تو برگشتم. سوسن مادر حقیقی تو من هستم. به خدا دروغ نمیگم. مادر حقیقی من تو هستی؟ نه، تو مادر من نیستی. هیچ وقتم نمیتونی منو گول بزنی. تو نمیتونی مادر من باشی. پدرم همه چیزو به من گفته بود. من وقتی کوچیک بودم خدا مادرمو پیش خودش با آسمونا برد. دیگه غیر ممکنه اون برگرده. نه اینطور نیست. هرچی پدرت بهت گفته درست نبوده. اینقدر زبون بازی نکن. پدرم هیچ وقت به من دروغ نمیگه. دروغگو شما هست. خیال میکنین من هیچی نمیفهمم؟ میکنم؟ نه، من مادرمو هیچ وقت فراموش نمیکنم. حاضرم بمیرم ولی اونو فراموش نکنم. برو از اینجا بیرون. نمیخوام تو رو ببینم. دیگه مزاحم من نشو. تو مادر من نیستی. نیستی. گریه کردن کاری درست نمیشه. آخه من چیکار کنم؟ چطوری حالیش کنم که من مادرشم؟
بهتر مدرسه شو عوض کنیم، بفرستیمش مدرسه شبانه روزی. نه نه، هیچ وقت این کارو نکن. راضی نیستم از خونه بیرونش کنم. بازم خیال میکنه من نخواستم اون توی خونه باشه. بله، ولی بالاخره باید یه فکری کرد. اینطوری که نمیشه. من خودم یه فکری کردم. کجا میخوای بری؟ من مادر که ندارم، پدرم هم دادم به شما، خودم هم از این خونه میرم. لازم نیست تو از این خونه بری. اگه قرار باشه کسی از اینجا بره، اون منم. مادر بدبختی که تنها فرزندشونو به مادری قبول نداره، بهتر اصلا وجود نداشته باشه. من دوباره برگشتم که تو رو از رنج بی مادری نجات بدم. حالا که قبول نمی کنی، تو این خونه که هیچی، اصلا تو این دنیا زیادی هم. من میرم تا خودم و تو رو از این رنج و ناراحتی کشنده خلاص کنم. بهتر از این به بعدم با خاطرات مادرت زندگی کنی. من در فکر و تصور تو خیلی خوشبختر از حالا هستم. اگه مرگ مادر بیچارت تا امروز واقعی نبود، بعد از این واقعی میشه. فقط یه خواهش از تو دارم، میذاری یه لحظه بغلت کنم؟ نه. باشه، این آرزو رو با خودم میبرم. اگه پدرت سراغ منو گرفت، بهش بگو شاید بتونم در دنیای دیگه خوشبختی از دست رفتم و پیدا کنم. سوسن؟ سوسن جون. عمو جون سلام. آو سلام سوسن جون. عمو جون چرا گریه میکنی عمو جون؟ عمو جون خوب موقعی اومدی. چی شده؟ عمو جون خواهش میکنم منو از اینجا ببین. آخه چی شده؟ حرف بزن عمو جون. من دیگه نمیخوام اینجا باشم. گریه نکن عمو جون، حرف بزن ببینم چطور شده. عمو جون بابا زن بابا بوده. حمید زن گرفته؟ آره عمو جون. دوباره عروسی کرد؟ بله، خواهش میکنم شما من از اینجا ببرید. الان بابات کجاست؟ نمیدونم، هنوز نیومده. آروم باش جونم، وقتی اومد باهاش صحبت میکنم. اگه لازم شد تو رم به خودم میبرم. دیگه گریه نکن. ببین برات چی آوردن؟ مجله است. بله مجله است، اما مجله معمولی نیست. این همون مجله یکی گفتم عکس تو و مادرت توش چاپ شده. صبر کن عمو جون، صبر کن برات پیداش بکنم. صبر کن. اینا هاشش، پیداش کردم. ببین این عکس بچگی خودته، درسته؟ بله. اینم عکس مامان جونته که اسمش آذر بود. عمو جون تو هم دروغ یاد گرفتی؟ چرا به من دروغ میگی؟ این عکس زن باباست. عکس زن بابا کدومه؟ این عکس مادرته. این گردنبند رو نگاه کن، حالا گردنبند خودت هم ببین، عیناً همون گردنبنده، نه؟ درسته؟ نه، این عکس زن باباست. این عکس همون خانومیه که تو خونه ما اومدی.
پس بابات این خانم آورده تو خونه؟ بله همین خانم. چی میشه؟ پس آذر زنده است ای خدای بزرگ، شکرت. حالا بگو ببینم کجاست، حرف بزن، بگو ببینم مادرت کجاست. مادر؟ آره همون خانم مادر توه. بگو ببینم کجا رفته، حرف بزن سوسن جون، کجاست، حرف بزن، بگو کجا رفته. رفته، حرف بزن. عمو جون از اینجا رفت، خیلی هم ناراحت بود، گفتی که بر نمیگردی. مادر، مادر جون، مادر جون، بابا جون، بابا جون. سلام پری بود. سلام. رسیدن به خیر. بابا جونم، شما به من راست میگفتید، آذر مادر من بود، من اشتباه میکردم. دیدی دخترم، من به تو میگفتم ولی تو باور نمیکردی. آره بابا جون، شما راست میگفتید، من خیلی بد کردم، خیلی اذیتش کردم. خب حالا مادرت کجاست عزیزم؟ نمیدونم بابا جون، رفت، گفت دیگه بر نمیگرده. بری پیداش کنیم، بیای بری پیداش کنیم بابا. یه سیاسرش بود این طرف ندید. از این طرف حتما از این طرف رفته. آذر اونجا رو نگاه کنید، اون طرف رو نگاه کنید شما. آذر اونجاست. بابا جون بگو خودشو نندازه. خیلی بگو بیاد پایی. خواهش میکنم بابا جون، کمک کنی. خدایا میترسم. آذر میخواد خودشو پرد کنی. سب کن سب کن. Thank you.